عرض سلام و خسته نباشید، توجه کنید به شلیک خبرهای انتیک برنامه انتی بیوتیک. ظهور فرقه های جدید در کشور جنگ‌آباد به ابتکار شرکت آدم حساب کنی کشور. پیشنهاد برخی از برنامه سازان تلویزیونی برای تغییر تاریخ نوروز. نهال شانی نفر دست چپ ارباب کل جنگ آباد به مناسبت نوروز و آشتیگه کنی یگان شالدار کشور جنگ آباد با ارباب کل. شلیک اخبار، من مبارک شاه شهرام هستم. ظهور فرقه های جدید در کشور جنگ آباد به ابتکار شرکت آدم حساب کنی کشور. شرکت آدم حساب کنی کشور جنگ آباد در ابتکار تازه علاوه بر فرقه های فعلی حدود 80 فرقه جدید به این کشور ایجاد کرده است. یکی از مقامات ارشد و پرفرقه این شرکت به خبرنگار بکس و کوی ما میگوید که هدف از ایجاد فرقه های جدید با ابتکار این شرکت همین بوده که مردم بکس و کوی جنگ آباد با هم مشترکات زیادی پیدا کنند و دست دست تعصب فرقه‌ای بردارند. برای وضاحت بیشتر، رئیس شرکت آدم حساب کن از بخش فرقه سازی را از طریق اسکایپ با خود داریم. جناب رئیس صاحب شرکت آدم حساب کن، چرا چنین ابتکار؟ 80 فرقه تازه در کشور بر مبنای چی مدارک ایجاد شده؟ اول بگو که از کدام فرقه هستی؟ من از زمین کشور جنگ آباد هستم، حالا چه فرقی میکنه؟ زیاد فرق میکنم. کشور در حال پیشرفت است و تو از گرفتن نام فرقی خود میشرمی؟ حالا به تو هم یک فرقه جور میکنم. مثلا خانت کجاست؟ خبرنگار خانه از کجا میکنه؟ خانه کرایه دارم، یک سال اینجا و یک سال اونجا، یک سال اینجا یک سال اونجا. زیاد آشیروی نکن. فعلا کجا میشینی؟ فعلا که پیش روی شما ششتم. و اگه خانه ما میخوایی چهار کوچه بالاتر از اینجا پیش نونوایی خلیفه عزیز. پس تو از فرقه خلیفه عزیز هستی. یک ستون در سایت الکترونیکی خود به نام فرقه خلیفه عزیز هم ایجاد میکنی. خب چرا این کار میکنین؟ چی هدف دارین؟ هدف معمی است که در این کشور جنگ جدال زیاد است و هرگاه تعداد فرقه ها بالا برده شود و حسابشان از 100,000 به میلیون برسه، دیگه جنگ فرقه‌ای که در این کشور وجود نمی داشته باشه. چگونه به این حد باید بینان حرف می زنین؟ 40 سال است که در این کشور جنگ آباد جنگ جریان داره و هیچ قدرتی هم نتونسته فرقه هایی از هم پارچه شده را با هم متحد بسازه و پیوند بده. شما چگونه این کار را می کنین؟ با بسیار سادگی، وقت تعداد فرقه ها بالا بره و شمار افراد شامل در فرقه ها از لک ها به 5 نفر و 10 نفر برسه، دیگه هیچ اکثریت و هیچ اقلیت موجود نمی داشته باشه و هیچ کشوری نمی تانه 1 میلیون فرقه ما را به جان یک دیگه ما پرته. یعنی شما تصمیم دارین شمار فرقه های جنگ آباد به 1 میلیون فرقه برسانین؟ دقیقاً. و اگه مردم قبول نکد باز؟ مجبور هستن قبول کنن، چون وقت 2 ماه ماشان قید کدم پای مانده به فرق میدون. گپ ما رو هم قبول میکنن دیگه. بازم کارتون عادلانه نیست. خیش قوم فرقه خود خیلی چرا به فرقه های مختلف تقسیم نمیکنی؟ این کارم باید بکنی. این کار هرگز نمیکنم. چرا؟ به خاطر که فرقه ما نسبت به دیگرا تاریخ 5000 ساله‌تر دارند. از شما یک جهان سپاس. تشکر از شما هم قربانتان. پیشنهاد برخی از برنامه سازان تلویزیونی برای تغییر تاریخ نوروز. شماره از برنامه سازان تلویزیونی از حکیم عمر خیام میخواهند تا یک بار زنده شده قماری سیزده گویم دانه میخوره قسمی عیار کند که روز نوروز در اول ثور بیاید و بعد بمیرد.
برنامه سازان معترض که بر رسم تحصن روی زدن از این سنگ قبر عمر خیام طبله می زدند تصمیم گرفتند که تا زمانی که خیام از گور نخیزد و به مشکلشان رسیدگی نکند گورستان را سلام رئیس اجازه است سلام خوش آمدی به خیر هستی سلام خواست جبرستی و خیر آمدی سلام بفرمایید مهربانی تنبل ما میگوید که ما دست زیر آلاشه نشسته بودیم و شکر فضل خدا جودستی بخیر آمدی سلامت بخیر باشید خیلی سلامت ایجم اخبار سنگ میکنم از بیکاری دیگه ماتل خودت بودم دیگه خبر هست؟ آه خبر هست خبر هست بیبی مر از ازبکستان خواستی هست شما اینجا خبر هست سنگ میکنم چی سنگ میکنی سبقی چیم؟ بس کنی دارید بعد ما میک دوهایی دارم چی بانو بره؟ یک آنگ خدا قوارم بانم خوب خوب همین لحظه بانو بره؟ بچه می زنگ می زن او در این وقت رئیس صاحب زنگ زده بله او بچه سلام رئیس صاحب مرا شناختی من رئیس صاحب هستم چی شده رئیس صاحب در جلیان خبرهای لایف هستم بعد از خبرها براتون زنگ می زنم خبر مورد پس کو بچه رئیس برنامه لایف هست میمانم آماده است من میال دلم شده آهنگ خدا گوار پشتم یک میمان ویژه ویژه دارم درست پسش کدیگه درست پتلون پورا سای باز ما شما یک وقت دیگه صحبت خواد کردیم همین لحظه بر تو آهنگ خدا گوار میمان خدا گوار فرمایش دادن که باید نشر کنم این مان بر سکی بخیر میشه یاد دیگه مال پولی خودم میشه خواهد شد خبرها رفت دیگه دنبال کارش من هم از پیشتون مرخص میشم نشد دیگه سب خدا نگهدارتون دیگه خوب هستی؟ شکر دیگه چطور هستی دیگه؟ ستودانتان جنگوان نه آهان خوش دامد سعی کن سعی کن دیگه نه سعی سعی تشکر بیننده های گرامی سلام بر شما به بخش میز کجواج ما خوش آمدین در این برنامه در نظر داریم تا روی بعضی از مشکلات اجتماعی مردم صحبت کنیم از قبیل ای که برخی از راننده های محترمی که نهایت تیز میرانند موترهای خود و باعث میشه که حادثه کنن یا خودشون آگار میشن و یا هم شهروندهای ما در همین مورد یکی از راننده های بسیار محترمی را با خود داریم که ایشان را به استادی خوش آمدید میگیم خوش آمدین جناب علی بله نه گفتم خوش آمدین به استادیوی ما خوب هستین بخیر زرتین جانه که تانجوز سلامت باشین زنده باشین فکر میکنم بیخو هستین نه خوام پوره است خواهد پوره است؟ پوره بچه رو تو شل پل هستین؟ شل پل هست ولی؟ این نمی رقم هستیم نمی شار می کردیم بگیرم خب بسیار خوب بسیار خوب چی گفتین؟ شما یکی از راننده ها هستین؟ خود معرفی کنین کاملا آها من اگر راننده هستم اصلا راننده را خونده می کنم موزه دلیور می گیم خب نامتون چی هست نامتون؟ نامه؟ بله بابگک نامت بابگک خب وظیفت؟ وظیفم دلیور چند سال هستی؟ چند سال هستم امسال قریب از دیگه پای ده 39 ماندی پای ده 39 ماندی خیلی خوب خب قصه کنین شما وقتی که مسافرین دموتر بار میکنین چیگونه جاده ها را میپیمایین؟ چی میکنین؟ یعنی گفتم وقتی که شما همی دلیوری میکنین دلیوری میکنین همی سرکا را چی رقم میرین؟ به سرکا آدم واره را میرین موتر که آدم واره نمیره منظور موتر است موتر چی رقم میرانین؟ سر جلو که میشینیم دیگه نمیتو میدوانیم دیگه قوانین ترافیکی را میفهمی؟ قوانین ترافیکی را میفهمی؟ تشریح که برای مردم قوانین ترافیکی عبارت است قوانین است که در سرک رانده میشه جنپا گرفته شوه ایلا داده شوه چراغ دیدی ندیدی اکسلیتر فول که بدوام دید جنپا را خودت میگیری؟ جنپا اگر ببینمش حتما میگیدم
اگر نبینمش از سرش تیر میشونده. و اگر کسی در این موترت برابر شد باز؟ خود دادم موتر ما چه بد میکنه که بیاد در قند جمع پان باشه در دمروی ما اصلا نبه کس باید. خب بفهمه که وقتی که بابگک در سر راست در سرک میدوانه خود گوشه کنه، اگر گوشه نکنه او گار میشه. و با شما را کسی غرض نمیگیره؟ پولیس، مولیس، چیزی کار نداره کدتان؟ کی؟ پولیس. پولیس چی کار هسته؟ وقتی که تو نفر بزنی پولیس را کار نداره. حالا میالا گفتم نفر بعد کنه در پشوریز ما بیه. خب اینه گیرم که آمد. گیرید که آمد خود بچه که ایش دیگه. خب پس ای قسم یعنی از پولیس هم از قانون در کل نمیترسین؟ قانون سعی که خود قانون جای کار میته که اوجه بابگک نباشه. وقتی که بابگک بود قانون مانونه دیگه سرمان تطبیق نکنین. ما برای مردم خدمت میکنیم. چی خدمت میکنیم؟ اینه میکنیم مسافرها را میبریم از یک شهر به دیگه شهر دیگه نمیخواد خدمت هست. در بدلش باز ما قضار شما جورنالستان باشیم که به ازت در بدلش کرایه میگیرین؟ در بدلش که کرایه میگیریم خب او حق ماسته. خب وقتی که حق ماست دیگه حال او را هم نمیتن مفت نبرم خیلی او را میتن، او را میتن مفت نبرین کمک سلو برین. کمک سلو که برین دل ما تنگ میشه برو بیادر ای تلم از موتر تل میخوره. شما هم گفت نمیفهمین تل چند شده در بازار بگو. من موتروان نیستم نمیفهمم که نیستی خوی نمیت موتروان تا دفتر میارید یا نی؟ ولی دروغ چرا میگی که ترانسپورت داره شما؟ خب از این موضوع میگذاریم که دفتر ما ترانسپورت داره یا نداره؟ چرا میگذاریم؟ اصل خب موضوع را سر میکنی باز وقت کادن دان واکت باز از این موضوع تیز میشه. خب دفتر ما ترانسپورت نداره؟ نداره دیگه. ما کاملا پیاده میایم. پیاده بیا ها؟ ایس سایکو یک ذره؟ کمی ایس سایکو؟ بله کمی ایس سایکو؟ سایل دارم بگو در پشت گوشتان چی هست؟ در پشت گوشم نمیست که ما اصل تیلی نمیسته که ما به میرسان. خب ما خبر شده بودیم که دمیلینا یکان سگلتی بازی و یک پا هم میشه، ولی سری خودت که بابگک بودی باور نداشتیم که کار را کنی. تو هم سگلتی باز هستی؟ تا چه مشناسی سگلتی را؟ بگو نزده باشی خود نمشناسی. نه ما که اول دیده بودم خیال قلم کردم. خواه اینه تو بگو. ولی سگلتی را مشناسم، یعنی کسایی را دیدم که سگلتی زدن ولی خودم نزدیم. قلم چیست؟ قلم که کدش نوشته میکنی؟ ما نمشناسیمش بیاد. خب نمیشناسیم نمیده ما. پس اینجا فکر میکنم تقابل قلم و سگلتی صورت گرفته. زور است هی زور است هر قلم زور است. چی نشه داره؟ ایده که میزنی خدا رسی تو شیار میشی تو شیار میشی که ایک سیکو ولی که افلاطون زمان و انشتین امریکا هم اگه سرت خبران باز انشتین از امریکا بود ما خبر نداشتیم. ما چی مشناسمش خونمو آدم است که تیل کشف کرده. خب قیره کی کشف کرد سب؟ قیره؟ آه قیره دیگه به خیالم کمی عبدالق لق قش کده باش. خب بسیار خوب پس باسواد هم هستی؟ نیمچه باسواد بگیریز دیگه. نیمچه باسواد بگیرم خیلی خوب در اشارا که میری یک خاطره خود بگو که یک از خاطرهای جالبتانه دمی رانندگی بگو دمی دلیوری بگفته خود دمی دلیوری یک خاطره جالبتا قصه کو پر یمی کلگی می رفتیم طرف مزار شریف. آها طرف مزار شریف می رفتیم من دیگه سرمی جلو هستم امت دلیوری که در آیستم یک جمپ آمد از این جمپ تیر شدم دیگه جمپ آمد این جمپ از این جمپ دیگه که کمک بلندتر بود. آها از سر از یام خیز زدم. از سر از اینکه خیز زدم موتر خودش رفت در جمپ سیوم خورد. در جمپ سیوم خورد امی استرنگ گرفتم امی مسافرین وا ویلا گفته رئیس یا خدا جان خانده رایستن هر چیز خانده رایستن دعا کده رایستن. من گفتم دعا نکنه برشان کشیدم سیگریتی رو گفتم ازی بزنه نمی ترسه دیگه. آخ ما شما می فهمیم که اینمی به جای تیل کار می ده باز زدن؟ باز آه دیگه باز برشان سر کردم. وقتی که برشان سر کردم گفتم بگی دیگه بخیر بزنه دیگه. وقتی که زدن دیگه اونمی بود که باز نترسیدن دیگه. این حال خلاص برات بگم تا این نباشه ما در لینا دوانده نمیتانیم. خب پس فقط این توصیل
مست ساختن یمی است که شما در لینا بسیار تیز می دوانید. مست می اوشیازت میکنه، یکی سر عقل میارید. خواه تم صفا آدم میشی. اینه که بزنی صاف اتفکر نمی کنی که تو در زمین دامیدی. صاف دعوا دامیدی مثل ترایه واره. مثل چی واره؟ ترایه واره. خواه تیاره. آه نمو نمو. سعی. پس یعنی شما موترهایتان تیاره فکر کرده دیگه میدوانید؟ ایده که میزنیم تیاره میشه، ایده که نزنیم یک گادی هم نیست پیش ما. خب امیده نزنیم مثل اون یک گادی موترهایتان رو بدوانید؟ نمیدرسیم باز، مسافرین سر ما غال مغال میکن، میگه استاد جان جکته بتی موتره. آها اونموست که باز ما موتر که جکته دادیم فکس یک رایی که در 8 ساعت برسیم اینمی سگریتی ما را در 2.5 ساعت میرسیم. بسیار خوب. از خوردنی ها چی خوشت میاید؟ از خوردنی ها سر زمین که دیگه خربوزه باشه خوب میخواد. خربوزه باشه. اینالی اگر کدام گپ و پیامی برای بیننده ها داری، برای موتروان ها داری، برای مسافرینت داری، دارم برکلش هم دارم، رفیق خاصت داری، بگو کمرد اختیارت. بر رفیق ما هم دارم، امی رفیق ما میگم خو کمتا خوب امت یک تلیگه که از امونجا به من رایی کنه منطقه ایشان که یادت نره بابا گرد خو بسیار وقت میشه که به لعنام قر گفتی بر ما، فقط امتا خوب یک غوزگه که به ما کلولک رایی کو و به من مسافرین هم پیام دارم که در شوای نوروز، در روزای نوروز سال نو فرکتان باشه که دیگه در موتر بابگگ بخیر بیاین. در موتر بابگگ دیگه نه ترسین از کسی، توکل به خدا پیش میدیم به زوری یمی سیرگیتیم. پیامی بزرگانی تو هم دیگه گفته میجه تبلیغ موترتان کدی؟ نگویم خمیم این نمبر موترتان میگفته که بیخی کلگی میشناختن. قضبان صدت نمبر پلیت گفتی؟ نمبر پلیت گل میزنیم یکانده. چرا گل میزنیم؟ خب گل میزنیم که باش خراب نشده کدام پمپر موتره دیگه کس نخوره. خب او خاطر گل میزنین نمبر پلیت موتره. لیسانس جواسیر داری؟ لیسانس جوارسایر داریم، خکونه شده که نوش کنیم دیگه وقت میگیره باشه دیگه. چی وقت گرفته بودی؟ این تقریبا 25 سال پیش. درجه چند؟ درجه مرجه ایش نمیفهمم، خب بسیار کونه شده دیگه درجه ایش نمو نوشتگه که گم شده پاک شده دیگه. چند دفعه کالای مشوشت مادر اولادا کشوشت چملک مملک شده دیگه. من چی خبر دارم؟ خب بسیار سلامت باشی. اساس فاوریت جهانی سپاس. قربان تو نرخ وقت که کار داشتی که جای بری جلال آباد میری، این طرف قندار میری، این طرف مزار میری، با وگه که به خدمت دست. بیخی صحیح است. قربان سرت. دیگه چیز امر خدمت است؟ سلامت باشی. تشکر. قربان سرت. خدا نگهدار. سلامت. بفرمایید. شاهان مرد چوپان شیر گریان پیر دلبریان عجیب جهان و دیگر همراهان وارد می شوند. مرد لالان خصال خوش الهان شاه شاهان میر میدان عجیر جهان المتوکل علی الله شاه سلامت شاه کبیر جلوس می فرمایند. هل 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 کاخ ما که هنوز هم خالی می باشید، آن دوتنی را که مقرر کرده بودمی کجا هستند؟ شهنشاها الهی من به قربانت بگردم. آن دو پس از تقرر من حیث سرپرست وزیر ره سپار دبی شدند تا دم خوش بیاسایند. هل 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 هنوز به کار آغاز نکرده ره سپار دبی شدندی تا دم خوش بیاسایند. در برگشت آنان من با آنها کار داشتمی،
چنان گوشی از آنها ببرمی و بر سردر شهر الساق بکردمی تا عبرتی باشد برای تمام کندکاران این کشوری که من سلطان سلاطین آن هستمی. ای کندوی اصل، ای بمب چاکلت، دوتن از کارجویان اجازه ورود میخواهند، اگر ناخوش احوالت مرخصشان کنم. هل نه، بخواهیدشان تا دم حال من را دگرگون کردندی بانو هستندی؟ خیر قربان، آقا هستند. هی بابا، بگوید بیایند، باز هم حال من را شادخواهن کردندی. مردی از تبار اغنیای زمان پس از دریافت اجازه ورود وارد می شوند. علی جناب اجازه از بشینم؟ خیر، بسم الله، خیر. هر بله، هر تو در کاخ ما برای چه آمدندندی؟ علی جناب میخواییم که مشاور امور زراعت شام، بخیر، اگر اجازتون باشه. در مورد تحصیلات خود بگویید که چه خوندندندی؟ ما صاحب دیگه از رشته کفترپرانی و کفتربازی خارج شدیم. این دیگر چه به درد مسلک زراعت خوردید؟ آلی جناب باید به درد میخوره که امیگی باشا نیست؟ در کل همی باشا، باز میشناسی؟ آره همه رو میشناسم. خوب است که میشناسی، خوب است که یک شای بسیار وارد هستین. میخوایم که باشه ها در زمین های مردم برن و نگذارن که کفترها و مرغای هوایی به زمین های مردم خراب کنه و دانه و غله شانه بخوره. از او خاطر ما میخوایم که ات یک طرح را بتون بر زراعت افغانستان. بله بله، کار هر خر نیست. بله بله. خیرمن کوفتن گاوی نرمی باید و مرد کهن. تو از مسلک دهقانی و بزگری چه میدانی ای عربی؟ صاحب من ببخشین، اینه میخواییم که همه چیزه میدانم، همه چیزه، دلتان جمع باشه، فقط سر من حساب کنین. من اگر زراعت افغانستان بر دنیا چلنج میتم که اگر من جورش نکدم بیخی نام مرم. چگونه زراعت شما دارید چه کار میکنید ابلگانی دربار؟ درست بیستید؟ بله ایشو مثلا. چگونه میخواهی زراعت این کشور را آبادان سازی ای مرد عربی؟ آلی جناب دقت کنیم بس مشوره ما. من میخواهم مشوره بتون با وزیر زراعت افغانستان که اگر لازم میدانین امسال بجای امی گندم و بجای زراعت دیگه و دیگه و غیره به یک تریاک بکاریم. چی گفتین؟ در کشور تحت تسلط ما میخواهی تیاک بکاری کودن؟ ببینین که ما هدف ما از این طرحی است که بخاطر که اگر بتانیم که دونرهای دنیا را جذب کنیم. هل بله، دونر را تعریف کنید. یا دونر به معنای دادانه نر، یعنی دادانه نر، و در اصطلاح چیزی نمیگه دو دانه نر با هم ازدواج میکنه و از او دو دانه نر به وجود میاد. این یک چیز است. بعد آنها چی کار میکنند برای ما؟ فایده ایشان چی است ای مرد بلنجن؟ برای ما فایده ایشی است که زمانی که ما جامعه جهانی را تشویق کنیم و دونرها را پیدا کنیم، این دونرها میتونه که ما را پول بده. و بعد آن پول ها برای چه کسی میرسد؟ اون پول ها که منظورتون اگر 1% به ما میمونه، 0.5% به شما. چه گفتید؟ 1% به ما، 0.5% به شما میمونه. بار دیگر میپرسم چه گفتید؟ چیزی نیست، کلش از شما. حالا شد. و یک چیز دیگر هم بگویم که ما باید جامعه جهانی را جذب کنیم، باید نشان بدیم که ما واقعا تریاک در افغانستان میکنیم، ولی پس می سوزانیمش. ات یک طرح دارم دیگه.
من نفهمیدم چی میگویی ای مرد؟ تریاک میکاری و میسوزانی؟ چرا میسوزانی؟ به خاطر به دنیا نشان بتیم، به دنیا نشان بتیم که ما تریاک نمیکنیم، ولی غیر مستقیم ما تریاک میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اونو مسئله. من از این موارد چیزی سر در نمی آورم، منتها کاری کنی که حساب های ما در خارج از کشور پر بشوید. قول می دهی؟ قول سب، قول سب. پس مقرر هستی؟ قربانتان، سلامت باشد. پس مقرر هستی تا باشد که با کار در مزاره ما اکاونت های ما را در کشورهای خارجی پر کردندندی. پرش میکنم سب، من وعده میتم. حالا میتوانید بروید. قربانتان، زنده باشین، با اجازه، سلامت باشین. بفرمایو. طرح مرام ببرم، کت خود طرح. ای کندوی اصل، مولای من، یکی از افراد دیگر هم پشت دروازه منتظر اذن ورود هستند. برای آن کمین درگاه اجازه میدهید؟ هل 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 بخواهیدش حال من را دگرگون خواهد کردندی. السلام علیکم جناب شاه شاهان، اجازه است بشینم سب؟ خودش خوب هستین؟ هل 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 هر 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 ممنون ای پیرمرد دانا و توانا، در کاخ ما چی میکنی و از جان ما چی میخواهندی؟ علی جناب، ما آمدیم که سب والی شما، والی ده یکی از دربارای شما، بیز دربار شما یک چشمش کور است، یک چشمش بینا. او طرفا را سب خوب میبینین که از این چشم، و ای طرفا را که طرف حکومت شما است، طرف ملت شما است، اونا را سب نمیبینین. از امو خاطر سب آمدیم که من اینجا یکی از والیای شما شما سب. هل 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 در پیشگاه ما و برای ما مطلق میگویی پیر خرف؟ نسب نسب، با خدا اگه مطلق گفته باشیم حقیقت برتان میگیم. حال بگو که در چی رشته تحصیل کردن زندی؟ مسب در رشته پلسپه. پلسپه فلسفه چی می باشد یاد؟ فلسفه ایتو یک چیز است که صاف قصه مفت وار یک چیز است. هر وقت که می خواستی که اگه آن چیز بر بر مثل اینین هر 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 شما واره، فلسفه مت یک چیز است. به مو خاطر سب یک کتاب چاپ کردیم به نام کتاب چگونه ساجق را پقانه کنیم. بلش. این کتاب ها و این حرف های شما نه به درد ما میخورندی و نه به درد کاخ ما میخورندی و نه به درد جماعت رعیت ما. خوب شما بفرمایید، بگویید والی چیست؟ والی را تعریف کنندیندی. علی جناب صدقی برو تای چپس ماننده چوم، زنده باشی، قربان شما سب. ما براتان تعریف کنم از ای که والی به معنای وال چاروالی. مثلا اگر شما چاروالی میکنین، یک وال باید والی باشه که متو باید که تان شریک باشه، ده هر کارهای تان سب شریک باشه. اینو تو یک چیزه ما بنام، البته در کتاب فلسفه که چگونه ساجق را پقانه کنیم، در او کتاب والی در بنام یک وال چاروالی سب میگن سب. بله سب. هل 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 با متنفذین اقوام چگونه رابطه برقرار کردندی؟ ای مرد عینک دوست، قربانت شام، قربانت شام. اینا لسر اصل مسئله آمدین جناب. بفرمایو شاه شاهان. یک اشکم پلو، کباب، قابلی، اینی چیزا را که برشان سب پریمان کدم، کل شان سب از شما میشن و از ما میشن.
هل 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 آن وقت با رؤسای ولایتی چگونه برخورد کردندندی؟ قربان شوم شاه شهن صدقی ای بوتای کجواج تو شوم ای تو یک رابطه برقرار میکنم سب کنارا از بندگری میترسانم از هر چیز میترسانمشان فهمیدی وقت کنارا ترساندم اونا خودشان مجبور هستن به گپ ما و شما کنن ما حسبه چه بلدی؟ محصبه ما خودم یک ما خوب پخته از پدر پدر از نیکه نیکه سب ما یک محصبه استیم سب هر 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 اون وقت محصبه را از کجا آموخته ای و از چی یاد گرفته ای؟ اولی سب این بادیگارد تانه متوجه باش سنو ما گیت کس میکنه درست نیست؟ آفرین این تو بگم باش محصبه را سب سرسل موضوع آمدی محصبه را از قاچاق مواد مخدر یاد گرفتیم از تو سوال دارمی بپرماین سب بپرماین شما دوتن نباید بشنوید دور برین سب دور هم نروید من اینجا امر میکنم اگر اجازه باشه که من سرشان امر کنم شما در پشت ای چی میگن اینجای سر از یک چیشتین شما ایره؟ نه همین جوری خوب است خب پس نشنوین شما نشنوید آره نشنوندی نشنوی خب مگو شما به مبلغ 6 میلیارد دلار از قاچاق مواد مخدر آید کردندندی چند میلیارد دلار؟ 6 میلیارد دلار 6 میلیارد دلار چرا زوف نکنم؟ آن وقت من بلی. 500,000 دلار از آن میان برمیدارمی در بساط شما چقدر دلار باقی میمانندی؟ در بساط ما 5 میلیون دلار بار دیگر میپرسم ای مرد من از چی سوال دارم؟ تو از مدرک قاچاق مواد مخدر بله. حدود 6 میلیارد دلار آید کردندی تقریبا آن جد. وقت من 500,000 برمیدارم چقدر دلار در بساط تو باقی میمانندی؟ 3 میلیون دلار چقدر باقی میمانندی؟ 2 میلیون دلار چقدر باقی میمانندی؟ 1 میلیون دلار حالا شد یک حرف حسابی شدندی قربان شما تو را زنده باش در سمت دلخواهت گماردمی زنده باش و مبارکت باد همین اکنون بروید و همانجا و کارتان را بکنندی بفرمایید قربان شما شما رفتیم خداحافظ زنده باشید زنده باشید هل 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 امشب دلم کنیزکی میخواهدی دوشیزه و سالم میخواهمی چنان عیشه کنمی که در تمام عمر خودم نکرده باشمی مغبچگان نوخط را بگویید که کنیزکی نیلغه و سیمین ساق ما را چنان با عطر گلاب بشویندی و چنان بیارایندی تا مهتاب نزدش خجل باشد و خورشید از نزدش گریزان گردندی دوربین های کاخ را هم تا فردا خاموش کنندندی من مرخص می شومی